بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و متعال و با عرض سلام خدمت شما دانشجویان محترم، همه شما دانشجویان گرامی، به درس هفته چهارم مضمون مسائل سیاسی جهانی یک خوش آمدید. امیدوار هستم روزگار را به خوبی سپری کنید و در این شرایط و در این اوقات همه چیز را با برنامه ریزی و مدیریت به خوبی به پیش ببرید. به درس هفته چهارم مضمون مسائل سیاسی جهان همه شما را خوش آمد میگویم و باید در این آغاز خدمت عرض کنم که این درس هم مثل درس های هفته های گذشته در دو ویدیو تهیه خواهد شد و در اختیار شما قرار خواهد گرفت. در ابتدا نگاهی داریم به درس سوم یا به درس هفته سوم. در جلسه قبلی یا در هفته قبلی مبحث سوم فصل اول را مطالعه کردیم که تحت عنوان رویکردهای الهام گرفته از مارکسیسم بود و نیز مبحث چهارم فصل اول که تحت عنوان نظریه جهانی شدن هست این هم به بررسی گرفته شد. در رویکردهای الهام گرفته از مارکسیسم به این بحث اشاره کردیم که مهمترین رویکردی که از مارکسیسم الهام گرفته است نظریه وابستگی می باشد. در باب نظریه وابستگی مفصل صحبت شد، از گوندر فرانک یاد کردیم، از والرشتاین و دیدگاه های او سخن گفتیم و عرض کردیم که یک سلسله مسائلی در این نظریه وابستگی مهم هستند و به آن مسائل اشاره نمودیم و در مبحث چهارم فصل اول که تحت عنوان نظریه جهانی شدن هست نیز عرض کردیم که جهانی شدن به عنوان یک مسئله مهم در اواخر دهه 1980 و در واقع در دهه 1990 میلادی مطرح شد و نظریه جهانی شدن هم از نظریه های مارکسیسم و توسعه سیاسی استفاده نمود و هم این دو را از میدان بیرون ساخت. در باب نظریه جهانی شدن هم عرض کردیم که انتقادهایی وجود دارد، همانطوری که انتقادهایی به نظریه های سیاست نوسازی و وابستگی موجود است. و ما درس این هفته ما شامل چی مسائلی هست؟ درس این هفته ما یک شامل پیش درآمد فصل دوم تحت عنوان پیدایش یک اقتصاد جهانی و دوم مبحث اول فصل دوم است تحت عنوان پیشینیان برنامه کار نئولیبرال. ویدیوی اول درس هفته چهارم اختصاص دارد به بررسی پیش درآمد فصل دوم و ویدیوی دوم این درس اختصاص دارد به بررسی مبحث اول فصل دوم. بخش سوالات نداریم چون سوال خاصی نظر خاصی همچنان از جانب شما مطرح نشده. ظاهرا خیلی مصروفید و کمتر توجهی به مسائل درسی دارید. هیچ تماسی از جانب نماینده صنف شما و از جانب هیچ یک از همصنفی های شما دانشجویان سمستر هفتم با من گرفته نشده، حالان که برخی از صنوف گاهی اوقات تماس میگیرن، پرسش های مطرح میسازن و در مورد من به درس اظهار نظرهایی دارند. ترسم این است که نشود این درس ها را دنبال نکنید و بعد از این که دانشگاه شروع شود و به طور حضوری در خدمت شما باشیم متاسفانه نمیتوانیم این درس را تکرار کنیم و ناگزیر هستیم درس را ادامه بدهیم. نشود که در آن زمان شما
بدون دنبال کردن درس هایی که تاکنون در اختیار شما قرار گرفته به دانشگاه بیایید و باز از من بخواهید که درس ها را از اول شروع کنم که چنین چیزی ممکن نخواهد بود. به هر صورت امیدوار هستم بیشتر از این متوجه مسائل باشید و درس ها را به گونه جدی تر دنبال کنید. خب می رویم وارد محتوای فصل دوم می شویم و پیش درآمد فصل دوم را در ویدیوی اول مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم. فصل دوم چنانچه مشاهده می فرمایید تحت عنوان جهان در حال توسعه در اقتصاد جهانی هست. در فصل دوم صحبت خواهیم کرد که موقعیت جهان در حال توسعه یا موقعیت جهان سوم در اقتصاد جهانی چگونه هست؟ آیا کشورهای در حال توسعه در نهادهای اقتصاد جهانی از موقعیت و جایگاه خاصی برخوردار هستند یا خیر؟ به مسائل مهمی که بتواند جایگاه کشورهای در حال توسعه را در اقتصاد جهانی تبیین بسازد در مباحث فصل دوم اشاره خواهیم کرد. اما در آغاز فصل دوم چکیده‌ای نداریم و از یک پیش درآمد استفاده می‌کنیم. پیش درآمد فصل دوم تحت عنوان پیدایش یک اقتصاد جهانی است. در پیش درآمد صحبت می‌کنیم که اقتصاد جهانی چی وقت و چگونه به وجود آمد؟ آیا اقتصاد جهانی یک اصطلاح جدیدی هست یا این اصطلاح اصطلاح قدیمی هست؟ آیا بحث های اقتصاد جهانی مربوط به قرن 19 و قبل از آن می شود یا خیر این واژه در قرن 20 به کار رفته؟ و اساساً خود پدیده اقتصاد جهانی و یا جهانی شدن اقتصاد در قرن 20 ایجاد شده است. عرض کنم خدمت شما که واژه اقتصاد جهانی یک واژه جدیدی هست که در اسلایدهای بعدی مشخصاً اشاره خواهیم کرد چی وقت به وجود آمد و یا اساساً اقتصاد جهانی چی وقت شکل گرفت. اول باید مفروضمان و باورمان را در باب اقتصاد جهانی مشخص بسازیم. اقتصاد جهانی یعنی چه؟ واژه اقتصاد جهانی به عنوان مجموع داد و ستد اقتصادی بین المللی تعریف می شود که بخش اعظم آن را تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تشکیل می دهد. خب این در واقع تعریفی از اقتصاد جهانی بود. اقتصاد جهانی یک مجموعی را در بر می‌گیرد، یک کلیتی را در بر می‌گیرد و آن مجموعه یا کلیت شامل داد و ستد اقتصادی بین المللی هست. یعنی به این معنا که از لحاظ تجارتی بین کشورها داد و ستدهایی صورت می‌گیرد، کالاهایی رد و در واقع تبادله می شود و این کالاهایی که رد و بدل می شود در واقع بخش اعظم مسئله اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد و همچنین اقتصاد بین المللی یا اقتصاد جهانی بخش اعظم و بخش قابل ملاحظه آن را تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تشکیل می دهد. می دانیم که داد و ستدهای اقتصادی از طریق تجارت صورت می گیرد و تجارت زمان رونق پیدا می کند که سرمایه گذاری موجود باشد. این تعریف واژه اقتصاد جهانی و یا مفهوم اقتصاد جهانی که توضیح داده شد و تبیین گردید. یکی از عناصر اصلی جهانی شدن رشد ارزش تجارت است. جهانی شدن از خود ابعاد گوناگونی دارد و هر یک از ابعاد جهانی شدن از خود دارای عناصر و ارزش‌هایی می باشد. جهانی شدن اقتصاد در واقع از خود عناصری دارد، ارزش‌هایی دارد
و ما باید در انگام مطالعه اقتصاد جهانی و یا جهانی شدن اقتصاد به این عناصر و همچنین به این ارزش‌ها توجه کنیم. یکی از عناصر اصلی جهانی شدن رشد ارزش تجارت است. جهانی شدن اقتصاد در پی این است که تجارت افزایش پیدا کند و داد و ستدها بیشتر شود. افزایش تجارت، رشد تجارت به مثابه یک ارزش مهم در جهانی شدن اقتصاد مطرح است. بنابراین روندهای اقتصاد جهانی و در مجموع جهانی شدن اقتصاد بر رشد ارزش تجارت تاکید دارد و تجارت را مسئله مهمی می‌داند و یکی از عناصر مهم خود قرار داده است. خب اسلاید بعدی را می‌آورم. خب با توجه به آنچه که در مورد اقتصاد جهانی گفتیم، این تصویر در واقع آن را معین می‌کند. از طریق تبادله پول و مبادله پول و کالاها در واقع جهان به هم پیوند خورده، جهان با هم مرتبط شده است. پولهای مختلفی در اقتصاد جهانی در گردش است، به ویژه دلار، و همچنین دنیا به شدت به هم از لحاظ اقتصادی وابستگی پیدا کرده و نیز مبادله کالاها به شدت افزایش یافته است. به هیچ نقطه ای از دنیا را نمی بینیم که در آنجا در واقع مسئله تبادله پول نباشد و با اقتصاد جهانی به گونه ای مرتبط نباشد. اسلاید بعدی را می آورم. خب به ادامه آنچه که در مورد اقتصاد جهانی عرض کردیم، باید عرض کنیم که در فاصله سال 1950 تا پایان قرن 20 تجارت کالاها در سطح جهان تقریباً 20 برابر شد، در حالی که در این مدت میزان تولید کالاها تنها 6 برابر افزایش یافت. ببینید، ما هرچی از گذشته فاصله میگیریم و به زمان حال نزدیک میشویم، متوجه میشویم که تجارت بین کشورها و در درون کشورها افزایش یافته. در فاصله سال 1950 تا پایان قرن 20 که یعنی تقریبا 50 سال را در بر میگیرد، تجارت کالاها در سطح جهان تقریبا 20 برابر بیشتر شد. خب به اندازه تجارت گسترش یافت، به اندازه مبادله کالا افزایش یافت که تقریبا به 20 برابر رسید. در حالی که در این مدت، یعنی از همین 1950 تا پایان قرن 20 میزان تولید کالاها تنها 6 برابر افزایش یافت. خب طوری که ملاحظه میکنید، تجارت کالاها از میزان تولید کالاها بیشتر شده. این یعنی این که تجارت بین المللی شد، یا تجارت بین المللی گسترش یافت، مبادله کالاها خیلی افزایش یافت. الان که تولید کالاها هم افزایش چشمگیری داشت، ولی در مقایسه با تجارت کالاها اندک تلقی می شود. این نشان می دهد که ما هرچی در واقع به پیش می رویم، هرچی جهان در واقع به پیش می رود، تجارت کالاها بیشتر می شود و به میزانی هم تولید کالاها افزایش می یابد. و این بدین معنا هست که اقتصاد جهانی در واقع در حال شکل گیری بوده و نیز اقتصاد جهانی در حال پوست اندازی و در حال تقویت بوده. بحث های فراوانی در این باره مطرح شد که با پیوستن به اقتصاد جهانی مزایای بسیاری را میتوان به دست آورد. خب در سالهای اخیر در گوشه و کنار دنیا دانشمندان و فعالان اقتصادی بحث هایی را مطرح ساختند که گویا کشورها و دولتها هرگاه به اقتصاد جهانی بپیوندند، خود را با اقتصاد جهانی مطابق بسازند، مزایای زیادی را به دست آورده می توانند. از جمله کشورهای جهان در حال توسعه و یا کشورهای جهان سوم هرگاه به اقتصاد جهانی بپیوندند، از مزایای بسیاری برخوردار و بهره‌مند می شوند. البته هستند دانشمندان و
فعالان اقتصادی که با این دیدگاه مخالف هستند پیوستن به اقتصاد جهانی را به نفع این کشورها نمی دانند. اما واقعیت این است که چاره جز همراه شدن با اقتصاد جهانی برای کشورهای چون افغانستان و در مجموع کشورهای جهان سوم باقی نمانده و ناگزیر هستند این کشورها خود را با اقتصاد جهانی هماهنگ بسازند، در حالی که ممکن است در مواردی همراهی با اقتصاد جهانی مزاری را متوجه این کشورها بسازد. موقعیت هر کشور در اقتصاد جهانی می تواند توانایی آن را در بهره‌گیری از این مزایا تعیین کند. تمام کشورها در اقتصاد جهانی به یک پیمانه‌ای در واقع اهمیت ندارد. هر کشوری از خود در اقتصاد جهانی موقعیت مشخصی دارد و این موقعیت مشخص هر کشور در اقتصاد جهانی می تواند مفاد متفاوتی را متوجه آن بسازد. درست است که اقتصاد جهانی شده، ولی تمامی کشورها از موقعیت مشخص در اقتصاد جهانی برخوردار نیستند و همه نمی توانند از مزایا و از فرآوردها و مفاد اقتصاد جهانی به گونه یکسان بهره‌مند شوند و از آن استفاده کنند. تا فروپاشی حزب کمونیست در اتحاد شوروی امکان نداشت از اقتصاد جهانی سخن بگوییم، اقتصادی که تنها بر نظام سرمایه دارانه استوار است. ببینید، حالا ما در واقع به این بحث باید بپردازیم که اقتصاد جهانی مشخصاً چی وقت به وجود آمد. باید عرض کنیم که تا زمانی که حزب کمونیست وجود داشت، تا زمانی که اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت، نمیشد از اقتصاد جهانی سخن گفت. با فروپاشی شوروی در سال 1991 در واقع اقتصاد جهانی به وجود آمد و این اقتصاد جهانی بر مبنای نظام سرمایه‌داری استوار است. پس اصطلاح اقتصاد جهانی را که به کار بردیم یک اصطلاح جدیدی هست، از سال 1991 میلادی به بعد مطرح شده است. خب این تصویر را هم که میبینید در واقع بیرق اتحاد جماهیر شوروی و همچنین نماد حزب کمونیست شوروی بود که در سال 1991 شوروی فرو پاشید، هرچند حزب کمونیست وجود دارد و این داس و چکش در واقع سمبول حزب کمونیست بود که حزب کمونیست در حال حاضر در روسیه وجود دارد ولی قدرت چندانی ندارد. اسلاید بعدی. از نظر اقتصاددانان میان تجارت بین الملل و رشد اقتصادی پیوندی مستقیم وجود دارد. خب بسیاری از اقتصاددانان که روی کرده لیبرالی دارند، آنها بر این باور هستند که رشد اقتصادی کشورها خود به خود اتفاق نمی‌افتد و این رشد اقتصادی زمانی اتفاق می‌افتد که با تجارت بین الملل کشورها هماهنگ باشند. بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی یک رابطه مستقیم وجود دارد و کشورها نمی‌توانند به رشد دست یابند بدون اینکه به ارزش‌های اقتصاد جهانی و به تجارت بین الملل توجه نمایند. در خلال دوره استعمارگری اروپا الگوی اصلی تجارت به این صورت بود که مستعمرات مواد خام صادر می‌کردند و مراکز متروپول کالاهای صنعتی. آن زمانی که کشورهای اروپایی در واقع کشورهای مختلفی را تحت استعمار خود درآورده بودند، قاعده این بود یا نظام تجارتی این گونه بود که کشورهای تحت استعمار مواد خامی به کشورهای استعمارگر صادر می کردن و کشورهای استعمارگر هم کالاهای صنعتی مصرفی برای کشورهای تحت استعمار در واقع می فرستادن. کشورهای متروپول یعنی همان کشورهای مادر، همان کشورهای مرکزی، همان کشورهایی که کشورهای مختلف را تحت استعمار خود در آورده بودند. این ساختارهای تجاری در دوره‌های پس از استعمار نیز دوام آوردند،
یعنی بعد از اینکه این کشورها به استقلال هم دست آوردن، این الگوی اصلی تجارت که عرض کردیم چی بود همچنان دوام داشت. با پایان جنگ سرد میتوان از پیدایش اقتصاد جهانی در چارچوب یک نظام واحد سرمایه‌داری سخن گفت. جنگ سرد طوری که میدانیم در سال 1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سلطه حزب کمونیست شوروی در واقع خاتمه یافت. بعد این الگو به هم خورد و یک نظام واحدی ایجاد شد. آن الگویی که در دوره استعمار اروپایی دنبال می شد جای خود را به یک نظام واحد سرمایه‌داری داد، هرچند کمونیست ها این مسئله را رد می کنند. امروزه این دیدگاه که تجارت آزاد به نفع همه شرکا عمل می کند به موضعی غالب در اندیشه های اقتصادی مبدل شده است. خب بحث تجارت آزاد هم یکی از بحث های مهم در اقتصاد جهانی هست و اقتصاد جهانی در پی ترویج تجارت آزاد است و آن را به نفع همه طرفین و همه شرکا می دانند. بخش محوری از برنامه کار نئولیبرالیسم تر این ایده است که تجارت بدون مانع برای کشورهای در حال توسعه منافع فراوانی در اختیار دارد. نئولیبرالیسم یا لیبرالیسم جدید بر این باور است که تجارت آزاد، تجارت بدون مانع، تجارت بین المللی برای کشورهای در حال توسعه مانند افغانستان منافع بسیار فراوانی دارد و هرگاه این کشورها تجارت را بدون مانع بسازد و زمینه سرمایه گذاری خارجی بین المللی را فراهم بسازد میتواند به رشد اقتصادی خوبی دست پیدا کند که تا حدودی هم درست است. در اینجا میرسیم به پیش درآمد فصل دوم و پایان ویدیوی اول فصل دوم. ممنون.